Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala man la nebiye ba'da. Amma ba'du ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kitab-ı Şerh-i Ders-i Mühim Baroy-i Ümumi Ümmet. Sevvim Ruza. Savm dar lugat be manayi bazistadan ast ve dar şeriat boşad parastidani Allah subhanahu ve taala ve terki khurdan, nushidan ve digar batil kunandahoy ruza از دمیدن صبح صادق تا نشستن آفتاب می باشد. رکنای روزه یکم نیت دوم از باطل کننده های روزه باز ایستادن. نیت یعنی نیت فرض. باید شب و پیش از صبح نیت کند و نیت کردن به در آمدن ماه کفایه است و مکان نیت قلب است و تلفظ آن بدعت است. دوم نیت نفل در هر ساعت از روز می تواند نیت کند مدام که باطل کننده روزه را انجام نداده باشد لیکن از وقت نیت اجر و ثواب حساب می شود قسم های روزه واجب و نفل واجب یعنی در رمضان کفارت ها و نذر ها دوم نفل در غیر ذکر شده ها شرط های واجب بودن روزه یکم اسلام دویم عقل سیم بلاغت و اما غیر بالغ به روزه داشتن ترغیب می شود و او را ولیش امر می کند چهارم در وطن باشد پس روزه بر مسافر واجب نیست و اگر به او مشقت نآورد روزه داشتن بهتر است از روی فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم و زیر آن زودتر از گردن ساقط می شود و بر مکلف آسانتر است و برای دریافت فضیلت ماه شریفی رمضان. پنجم تندرستی ششم از حیض نفاس پاک بودن. احکام بیماری در روزه بیماری که امید شفا یافتن ندارد با آن کلانسالی که از روزه داشتن جایز است می پیوندد پس بر او روزه لازم نیست. لیکن در عوض هر روز یک مسکین را تعام می دهد و این طرز که به عدد روزها مسکین ها را جمع می آورد پس به آنها تعام شبانه یا نصف روزی می دهد و یا اینکه تعام را بر مسکینان به عدد روزها برای هر مسکین 4-1 سای نبوی یعنی نصف کیلو و 10 گرم از گندم خوب تقسیم می کند و نیک می شود که با گندم گوشت یا روغن که با آن تعام آماده می شود تقسیم کند اکنون بیماری که از آن امید شفا است و بر او روزه دشوار می آید به این زنی هایز نفسا شرده و مسافر می پیوندد پس هرگاه شفا یافت روزهای را که افطار کرده است قضا می دارد پس اگر پیش از شفا یافتن بمیرد از او ساقط می شود اکنون در آمدن ماه رمضان با چی ثابت می شود؟ در آمدن ماه رمضان با در آمدن ماه رمضان یا با آن روز شدن ماه شعبان ثابت می شود فاسد کننده های روزه یکم قصدن خوردن و نوشیدن پس کسی فراموشانه خورد یا نوشید روزه اش درست است دوم همخوابگی با همسر هرگاه در روزهای رمضان باشد و حالا که روزه بر او واجب است بر او کفارتی سخت لازم می آید و آزاد کردن غلام است پس اگر غلام آزاد کرده نتواند پس دو ماه پی در پی روزه می دارد پس اگر روزه داشته نتوانست پس 60 مسکین را تعام می دهد سوم ریختن آب منی با سبب مباشرت یا بوسه یا آغوش کردن یا مانند آن چهارم آن چیزی که به معنای خوردن یا نوشیدن باشد مانند سوزنداری غذادهنده اما غیر غذادهنده پس روزه را فاسد نمی کند پنجم خون گرفتن به حجامت اما انده خونه که برای فحص و برای انالیز به مانند آن گرفته می شود پس روزه را فاسد نمی کند ششم قصدن قی کردن هفتم خون حیض و نفاس اکنون بعضی چیزهایی که برای روزدار روا است فرو بردن آب دهان برای حاجت چشیدن طعام غسل کردن مسواک کردن خوشبویی کردن خود را سرد کردن برای روزدار روا است مستحبات روزه یکم پیش از صبح خوردن نوشیدن دوم به تأخیر انداختن سحور سوم در افطار شتابیدن چهارم بر خرمای تر افطار کردن پس اگر خرمای تر نیافت پس به چند خرمای خشک و این که تاق باشد جرعه آب افطار کند پس اگر
چیزی نیافت که افطار کند با قلبش نیتی افطار کند. پنجم در وقت افطار و در اثنای روزه دعا کردن. ششم بسیار صدقه دادن. هفتم در نماز شب کوشش کردن. هشتم خواندن قرآن. نهم برای کسی که او را دشنام میدهد من روزه دارم گفتن. دهم عمره کردن. یازدهم در ده روز آخر اعتکاف نشستن. دوازدهم جستجوی شدر. مکروهات روزه. یکم در مزمزه و استنشاق، یعنی در آب گرفتن به بینی مبالغه نمودن. دوم به حاجه چشیدن طعام. اکنون به روزدار کدام کارها حرام است؟ یکم فرو بردن بلغم و با آن روزه فاسد نمی شود. دوم بوسیدن برای کسی که فاسد شدن روزه اش در ایمین نمی باشد. سوم سخن دروغ و آن فعلی همه حرام شده است. چهارم جهل، آن بیخیردی و حلیم نبودن است. پنجم روزه وصال، یعنی دو روز پی هم افطار نکردن است. روزه نفلی. یکم روزه شش روز ماه شوال برای کسی که روزه رمضان را کامل کرده است و در آن پی در پی از روز دوم روزه گرفتن بهتر است. دوم روزه روز عرفه برای غیر حاجیان. سوم روزه روز عاشورا، دهم ماه محرم با همراهی دو روز، نهم و یازدهم. چهارم روزه روز دوشنبه و پنجشنبه و روز دوشنبه تاکید شده تر است. پنجم سه روز هر ماه و بهتر روزهای بیز، سیزده، چارده، پونزدهم است. ششم یک روز روزه داشتن و یک روز افطار کردن. هفتم روزه ماه الله، ماه محرم. هشتم روزه نه روز ماه ذوالحجه. نهم روزه ماه شعبان، ولیکن آن را پر روزه نمی گیرد. روزه های مکروه. روز جمعه، شنبه و یک شنبه را به تنهایی روزه داشتن مکروه است. پس اگر برای سبب آن را تنها روزه دارد، مانند روزه عرفه پس باکی ندارد. اکنون روزه های حرام شده. یکم ماه رجب را تنها روزه داشتن. دوم در روز عید روزه گرفتن. سوم روزه روز شکر، اما اگر کسی را عادتش باشد پس باکی ندارد. چهارم روزه روزهای تشریق، سه روز پس از عید قربان، مگر برای حاجی که هدیه نیابد. پنجم روزه تمام زمان، احکام قضا داشتن. پی در پی قضا داشتن امر مستحب است. بعد روز عید در قضا داشتن شتابیدن شایسته می باشد و تأخیر قضا داشتن تا رمضان دیگر روا نمی باشد. پس اگر به عذر قضا داشتن را به تأخیر انداخت، پس او را بهتر از روزهایی که قضا کرده است روزه داشتن لازم نمی آید، مگر اینکه او گناهکار می شود. زکات فطر. زکات فطر بر شخصی که آفتاب روز آخر رمضان نشسته است و او مسلمان است واجب می شود. خواه او کلام باشد یا خرسال، مرد باشد یا زن، غلام باشد یا آزاد، و در روز شب عید سعی از خوراک خودش، عائله‌اش و حاجت‌های اساسیش زیاد باشد و از جنین، یعنی کودکی که در رحم مادر است، دادن زکات فطر مستحب می باشد. و حکمت مشعوریت زکات فطر، همانا آن برای روزدار از بیهودگی و رفس دشنام و حقارت پاکی است. همانا در آن به نیاز ساختن فقیران و مسکینان از پرسیدن در روز عید می باشد. وقت دادن زکات فطر. یکم وقت جایزی، یعنی یک یا دو روز پیش از روز عید دادن زکات فطر. دوم وقت مستحبی، بعدی نماز بامداد پیش از نماز عید. سوم وقت حرام که آن بعد از نماز عید است. مقدار زکات فطر. یک سا طعام از چیزهایی که آدمان آن را خوراک میگیرند، پس از نخود جایز نمی شود. و مقدار یک سا دو کیلو و چیل گرم از گندم خوب می باشد. نماز عید و آن بر هر شخص فرض عین است و بعد بلند شدن آفتاب به اندازه تیر نیزه تا زوال خوانده می شود و هرگاه شد قضا داشته نمی شود و ادای آن در صحرا بیرون از شهر سنت است و در مسجد نیز درست می باشد. و پیش از نماز عید چند خرمای به طور تا خوردن
و پاک خوشبو کردن و بهترین لباس را پوشیدن و از راه رفتن و از راه دیگری بازگشتن سنت است و به روز عید تبریک و تحیه گفتن به این قول الله از ما و شما قبول کند باکی ندارد و تکبیر مطلق در شب عید و پس از نمازها تا شستن آفتاب روز عید سنت می باشد و رویش تکبیر این است که الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد و رویش نماز عید دو رکعت پیش از خطبه می باشد در رکعت یکم بعد از تکبیر احرام شش تکبیر می گوید و در رکعت دوم پیش از قرائت به جز تکبیر قیام پنج بار تکبیر الله اکبر می گوید.